کشف باقی مانده حصار 500 ساله صفوی در محدوده دروازه نو تهران حدود 16 سال می گذرد. مدت زمانی که باعث شده تا قطر این دیوار از 12 وجب به حدود تنها 2 وجب برسد. تا امروز متولیان این اثر تاریخی و منحصر به فرد در تهران قدیم به اندازه کمتر از انگشتان یک دست که آن هم با اصرار رسانه‌ها و شورای شهر بوده تا پای دیوار آمدند و بعد از آن هم خبری از مرمت، ساماندهی یا حفاظتش منتشر نشد. اما در عوض صاحبان خانه و مغازه‌های اطراف آن بار و فشار زیادی به بدنه دیوار وارد کردند و حتی جرس‌های دیواره را تراشیدند تا ملکشان را وسعت دهند. از سوی دیگر بارش باران‌های سیل‌آسا در طول یکی دو سال گذشته آسیب‌های جبران ناپذیر بیشتری به این اثر صفوی وارد کرده است. مانده‌های حصار صفوی فقط همین یک تیکه دیوار باقی مونده که اون هم در سرای ماشالله خان یا کاروانسرای کلانتر قدیمی نزدیک میدان اعدام و در بازارچه دروازه نو واقع شده. این یک تیکه دیواری که شما الان مشاهده میکنید بالای پشت بام یک مغازه هست و دیگه از حصار صفوی ما یادگاری در تهران نداریم. نه تنها از حصار صفوی ما یادگاری نداریم، از حصار ناصری هم هیچ یادگاری در تهران باقی نه. رضایی هستم، البته میتونم بگم 50 ساله توی موزن حدودا 50 سال بعد از بچگی، یعنی توی محدوده هستم. خب توی این گذر از وقتی که شما اینجا حضور داشتین با این دیوار تاریخی که گفته میشه برای سن. دوره صفویه دیده بودید وضعیتش چطور هست؟ بله. چه اتفاقی افتاده برای اینجا؟ تقریبا یه محدوده چیز بود، محل زندگی بود تقریبا، مثل زورآباد کرج اینجوری به صورت سه طبقه بود، حاشیه بود که الان لبه هاش هم هستش موجوده. و من بر تو این محل که رفت آمد میکردن، این کوچه محمدی هم معروف جزء محل بود، فضای باز محل بود که الان یه مسجد هم هستش. خب میخوام ببینم وضعیت این دیوار از اون زمانی که شما اومدید، این دیواری که این طبقه شده هست، بله، دیوار صفویه چطوری بود؟ از کی شروع کرده به مرور به خراب شدن؟ خراب شدن که خراب کردن، خراب نشده. اینجا مثلا مگه بیرون در رو نگاه کنید آجوریه، اینجا تقریبا مثلا یه بار بازسازی شده. اما اون دیوارهای خراب از قدیم مثلا که میگم محله مسکونی بود که به صورت پاساژ در بیارن اینجا رو اصطلاحاً دیوار رو تراشیدن. خب این دیوار اندازش چقدر بود؟ بیشتر از این بود؟ بله، پت و پهن‌تر بود یکم. این فضایی که مثلا شما میبینی اینا مثلا اضافه شده، ولی اما در اون میبینید فرق حالت دلالمونه، اینجا دست نخورده ولی اینجا مثلا دست خورده. اینجا مثلا بیرون هم نگاه کنید آجرنما ها عوض شده.
همه داستان محله محمدیه یا دروازه نو تهران به همینجا ختم نمی شود، بلکه وضعیت دروازه محمدیه در چند قدمی دیوار طهماسبی هم اگر بدتر نباشد بهتر نیست. تراشیدن جرس‌های دیوار توسط مغازه‌دارانی که همسایه بخشی از مناره‌های دروازه هستند و ناکافی بودن مرمت و حفاظت از باقی‌مانده‌های دروازه‌های قاجاری تهران بدترین آسیب‌ها را تا امروز به این بنای تاریخی وارد کرده است. زمان شاه طهماسب به دور تهران حصاری کشیده می‌شد. این حصار تا دوران ناصرالدین شاه باقی می‌ماند. بعدها در دوران ناصرالدین شاه میان و حصار صفوی رو تخریب می‌کنند و حصار ناصری رو ایجاد می‌کنند. متأسفانه از حصار ناصری و حصار صفوی چیزی باقی نمونده و دروازه‌های اونها هم از بین رفته. اما یه نکته جالب وجود داره. یک دروازه از تهران قدیم باقی مانده که بر روی حصار صفوی ساخته شده که اون هم نه در دوره ناصرالدین شاه بلکه در زمان محمد شاه ساخته شده، پدر ناصرالدین شاه. این دروازه به نام دروازه نو مشهوره و همین بازار هم که شما میبینید به نام بازار دروازه نو معروف است. متاسفانه از دروازه محمدیه فقط 3 مناره باقی مونده. همونطور که مشاهده میکنه وضعیت خیلی اسفناکی رو دارن و حتی در بالای اون یک انباری رو درست کردن یا در کنار اینها مجراهایی بوده که الان تصرف شده و تبدیل به مغازه شده. جالب دروازه محمدیه کاشی‌هایی بود که در اون نبرد رستم و دیو سپید رو نقش زده بودن. این کاشی‌ها خوشبختانه امروز باقی هست و در استادیوم امجدیه یا ورزشگاه شهید شیرودی در یکی از سالن‌ها نصب شده. امروز بیش از گذشته جای خالی میراث فرهنگی و مدیریت شهری برای نجات این محوطه و به ویژه دیوار تاریخی آن حس می شود. دیواری صفوی که 500 سال قبل با عنوان حصار طهماسبی شامل 6 دروازه شاه عبدالعظیم، دروازه دولاب، دروازه شمیران، دروازه دولت، دروازه قزوین و دروازه محمدیه یا دروازه نو تهران کوچک قدیم را شکل می داد. تصویر ماهواره‌ای شهر تهران و اطراف آن در سال 1393 ثبت شد. محدوده‌ای که با خط قرمز مشخص شده، محدوده حصاری است که شاه طهماسب اول صفوی در 961 قمری فرمان ساخت آن را به دور تهران صادر کرد. این محدوده تا سال 1284 قمری همچنان به عنوان مرز تهران بود تا اینکه پس از سیل آن سال ناصرالدین شاه تصمیم به توسعه تهران گرفت و خندق جدیدی که با خط زرد مشخص شده به دور آن کشیده شد. Thank you.